سلام، خوش اومدید به برنامه رنگ زندگی. بازم یه هفته دیگه و یه برنامه دیگه با 5 تا موضوع متفاوت مهمون خونه های شما دوستان عزیز هستیم. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون ما رو در بهبود این برنامه کمک میکنید. پس مثل همیشه همراه برنامه خودتون باشید. داشتن موهای سالم برای هر کسی اهمیت داره. ما امروز میخوایم چند ماده غذایی به شما معرفی کنیم که در داشتن موهای سالم بسیار موثر هستند. مایه‌هایی همچون ساردین و سالمون چون سرشار از امگا 3 به رشد مو بسیار کمک میکنه. بدن به طور طبیعی نمیتونه این ماده رو تأمین کنه، پس برای تولید این ماده نیاز به مواد غذایی و مکمل‌هایی داره که حاوی امگا 3 هستند. همچنین سبزیجات سبز رنگ به رشد و درخشندگی مو کمک میکنن، به خصوص اسفناج سرشار از مواد مغذی که باعث افزایش جریان خون در پوست سر و همچنین باعث رشد مو میشه. همچنین به خاطر اینکه حاوی ویتامین B5 به رشد مو کمک میکنه. همچنین غلات غنی شده به آهن به رشد مو کمک میکنه. برای تامین آهن بدنتون میتونید از غلات غنی شده سویا و عدس استفاده کنین. همه ما میدونیم کمبود آهن در بدن یکی از علتهای ریزش موه. و گزینه بعدی که باید حتما به اون توجه کنیم کمبود پروتئین در بدنه. کمبود پروتئین در بدن باعث ریزش مو و شکنندگی مو میشه. ما به شما پیشنهاد میکنیم این پروتئین رو از طریق تخم مرغ تامین کنید، چون تخم مرغ هم آهن بدنتون رو تامین میکنه و هم پروتئین. همچنین تخم مرغ حاوی ویتامین B به نام بیوتینه که به تقویت ناخونها هم کمک میکنه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. در این بخش میخوایم در رابطه با دردهای استخوانی و آرتروزی صحبت کنیم. امروز چند پیشنهاد داریم برای افرادی که به این دردها دچار هستند. اولین پیشنهاد ما در رابطه با سوار و پیاده شدن از اتومبیله. این افراد بهتره برای سوار شدن به اتومبیل ابتدا کمر خودشون رو به سمت اتومبیل قرار بدن، بعد روی صندلی بشینن و بعد پاهاشون رو وارد اتومبیل بکنن. دقیقاً این کار رو برعکس انجام بدن برای پیاده شدن از اتومبیل. گزینه بعدی انتخاب یک کفش مناسبه. همه ما میدونیم که دامنه حرکتی در این افراد بسیار محدود میشه، پس این افراد اگر دوست دارن فعال بمونن باید کفشی رو انتخاب کنن که پاشنه پای اونها رو به خوبی حمایت بکنه و ته اون نرم و بالشتی باشه. همچنین اگر این دردها در مچ دسته باید از عضلات بزرگتر برای حمل اجسام استفاده بشه. مثلا اگر دوست دارید از کیفتون به راحتی استفاده کنید، از کیف‌های استفاده کنید که بندهای بلند دارن. این کار کمک میکنه که به عضلات مچ فشار کمتری بیاد. همچنین برای بالا رفتن و پایین اومدن از پله اگر دردی در زانوی خودتون دارید از پای کمک بگیرید که درد نمیکنه برای بالا رفتن از پله، و برای پایین اومدن از پله از پای کمک بگیرید که درد میکنه. حتما از دستگیره های پله کمک بگیرید، این به شما کمک میکنه که دردتون رو کاهش بدید. ایستادن زیاد برای این افراد حکم سم رو داره، پس حتما یک صندلی مناسب انتخاب کنن، اون رو در آشپزخونه قرار بدن. همچنین افراد بلند کردن و استفاده کردن اجسامی خیلی سبک هم براشون سخته، مثل مسواک زدن، بلند کردن قاشق و چنگال. ما به اونها پیشنهاد میکنیم لوله ابری دور قاشق، چنگال و مسواک خودشون بکشن تا بلند کردن و استفاده کردن از اون برای اونها ساده باشه. یه بخش کوتاهی رو با همدیگه میبینیم و برمیگردیم. قسمت از برنامه رنگ زندگی هم میخوایم چند تا اپلیکیشن گوشی بهتون معرفی کنیم. باورتون میشه که شرکت مایکروسافت اپلیکیشنی برای ثبت تصاویر سلفی بسازه؟ اپ مایکروسافت سلفی برای گوشی‌های آیفون عرضه شده تا گرفتن عکس سلفی رو ساده‌تر و حرفه‌ای‌تر بکنه. این اپلیکیشن با تشخیص سن شما به بهبود رنگ پوست و روشنایی و دیگر متغیرها میپردازه. همچنین این اپلیکیشن دارای 13 فیلتر منحصر به فرد برای بالا بردن کیفیت عکس. این اپلیکیشن کاملا رایگانه. اپلیکیشن بعدی اسمش بیستیه. بیستی در کنار شماست تا بهترین عکس‌های سلفی رو با گوشی آیفونتون بگیرید. با این اپلیکیشن میتونید ریزترین جزئیات عکستون رو دستکاری بکنین. همچنین این اپلیکیشن قابلیت عکس گرفتن در شب رو هم داره. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. انتخاب ضد آفتاب مثل بازی کردن با آتیشه. اگر اشتباه انتخاب کنید میتونید پوست خودتون رو بسوزونید. امروز ما میخوایم به شما بگیم چطور میتونید یه ضد آفتاب مناسب انتخاب کنید. نکته‌ای که باید به اون توجه کنید اینه که ضد آفتابی انتخاب کنید که طیف گسترده‌ای داشته باشه. نکته بعدی انتخاب ضد آفتابی با حداقل SPF 30 و اگر قرار مدت زمان طولانی زیر نور آفتاب بمونید از SPF 50 استفاده کنید. از ضد آفتابی استفاده کنید که ضد آب باشه، چون معمولا در زیر نور خورشید عرق میکنید و مجبورید مجددا از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید. گفته شده که به اندازه یک استکان کوچیک کمرباری ضد آفتاب استفاده کنید. بعضیا بر این باورن استفاده از کرم های ضد آفتاب بهتر از اسپری هاست، ولی ما میخوایم به شما بگیم تا جایی که درست استفاده بشه هیچ فرقی بین این دوتا نیست، ولی گفته شده که از استنشاق ذره های اسپری ها خودداری بشه، چون معمولا اینها مضر هستن. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. میخوایم دو تا اپلیکیشن برای گوشی های اندروید بهتون معرفی کنیم. اولین اپلیکیشن اسمش هست وایفای ماوس کیبورد. این اپلیکیشن به شما کمک میکنه دیوایس اندروید خودتون رو به یک موس شبیه ساز و کیبورد تبدیل کنین. از ویژگی های این برنامه اینه که میتونید کنترل کامل با ماوس شبیه ساز و کیبوردتون رو داشته باشید. همچنین قابلیت تبدیل گفتار به نوشتار رو داره. از ویژگی های مهم این اپ اینه که با مک و ویندوز هم سازگاره. اپلیکیشن بعدی اسمش ورزش آنلاین هست و برای ورزش دوستانه. از قابلیت های این اپلیکیشن اینه که قادر هر نوع خبری در هر زمینه ملی و بین المللی رو در رابطه با جهان ورزش به کاربرای خودش اعلام بکنه. همچنین امکان ساخت پروفایل در این برنامه وجود داره و میتونید پایین خبرها بحث و گفتگو داشته باشید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. این هفتمون هم به پایان رسید. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. ما همچنان منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریم لند هستیم. میگن اگه حال دلت خوب باشه دنیا به چشمت زیباست. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.